با گذشت چند ساعت از خوشحالی های دروغین و نمایشی و هیستری که طرفداران جمهوری اسلامی در مورد به قول خودشون مضحکه حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای وارد میدون شد و دقیقا مثل عملیات وعده کاذب یک اعتراف کرد. در ماجرای وعده کاذب یک هم اینا اعلام کردن که ما طرفدار جمهوری اسلامی گفتن ما تمام موشکایی که فرستادیم، محمد باقری رئیس اداد کل نیروهای مسلح گفت، رئیسی گفت، دیگران گفتن که ما 300 تا پهپاد و موشک فرستادیم و همش به هدف خورده. خب نشانه ها چیز دیگه بود و میدونید در اسرائیل با توجه به رقابت هایی که وجود داره نمیشه یه خبر در این حد رو مخفی کرد. بعد از چند روز خامنه‌ای اومد گفتش که بعضی هی دارن میگن از این موشکایی که فرستاده اید جمهوری اسلامی چند تاش به هدف خورده و چند تا نخورده. اصلا مهم نیست چند تا خورده باشه، مهم اینه که زدیم. و بعدم مشخص شد دیگه، همین اخیرا مشخص شد که در پاسخش هم اینها در انعکاس خبرش دروغ میگفتن، میگفتن اسرائیل کاری نکرده. و حالا عزیز جعفری اعلام کرد که اسرائیل در پاسخ به عملیات وعده کاذب یک در اون نمایش بی حاصل و البته پرخرج برای جمهوری اسلامی برای ایران، اسرائیل زده و پدافند 300 اصفهان رو از بین برده. الان همی چند ساعت این بیماران روانی رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای جمهوری اسلامی و حتی اصلاح طلبان جشن و پایکوبی که آب ببینید پدافند قدرتمند ما چه کرده و هیچی نشده، اصلا مضحکه بوده حمله اسرائیل. ببینید یه بحث من دیروز داشتم که به احتمال قوی پشت پرده با هم تفاهماتی کردن، یک بحث دیگه است که حالا بینم اشاره میکنم. اما دیگه نمیخواستن از اون حدن بگذرن، میگن آقا اونم اصلا هیچ چی نبوده، یعنی اسرائیل اومده هیچ کاری نکرده و رفته، اومده فقط یه چرخی زده و مثلا دلش میخواسته مناظر زیبای هوای تمیز تهران رو از بالا ببینه، صبح زود اومده که هوا تمیز باشه. خامنه‌ای در سخنرانیش گفتش که نباید بزرگ نمایی بشه این حمله اونطوری که اسرائیلی‌ها دارن میکنن، که اسرائیلی‌ها دارن میگن خیلی موفق بوده و ما به اهدافمون رسیدیم، و نباید کوچک انگاری بشه. خب به نظر من این، حالا بعد از یه سری تصاویر ماهواره اومد بیرون، من تقریبا میتونم با اعتماد، این تو ذهنم بود ولی گفتم بذارم یه مقدار خودم مطمئن تر بشم برای این تحلیلی که میخوام ارائه کنم. به یاد ماجرای شلیک جنایتکارانه‌ای که به دستور سربار ولد زنا و حرام لقمه حاجی زاده، من اصرار دارم هر بار این ولد زنا بودن این رو به یاد بیارم و طرفدارای احمقی هم که ازش طرفداری میکنن اونها هم حرام لقمه هستن که از یک قاتل اینطوری دفاع میکنن، ازش سعی میکنن چهره ملی بسازن. بعد از اینکه دستور دادیم ولد زنا که حمله کنن به هواپیمای مسافربری اوکراین و 176 نفر کشته شدن، سه روز جمهوری اسلامی تکذیب میکرد با اینکه خودشون میدونستن. ببینید حاجی زاده بعد از اینکه قصه لو رفت اومد گفتش که روز شنبه، یعنی روز چهارشنبه، روز سه شنبه یا چهارشنبه اتفاق افتاده بود، جمعه جمهوری اسلامی اعتراف کرد که کار خودمون بوده و شنبه حاجی زاده مصاحبه کرد و گفتش که من از صبح چهارشنبه، یعنی سه شنبه شب تا گفت من از صبح چهارشنبه میدونستم که سیستم های ما شلیک کردن به هواپیما مسافربری. پس اون بهانه هایی که میگفتن که ما داشتیم بررسی میکردیم دروغ. ببینید ممکنه آدم های عادی نمیدونستن اما سیستم پدافند پایتخت شلیک کرده بود و هواپیما هم سقوط کرده بود، مشخص بود از سیستم پدافند خودش میدونست چیو زده. گفتن سه روز داشتیم بررسی میکنیم. یه سری احمق هم شروع کردن که بله راست میگن، حتی اونایی هم که مخفی نکردن داشتن کمک میکردن که مخفی کنن. از جمله ظریف گفتش که من رفتم تو شورای امنیت ملی گفتم بگید اگر شما زدید و هواپیما رو انداختید بگید من برم رفع رجوعش کنم و در واقع برم ماسمالیش بکنم مالکش اعظم، که میگو با وضع بدی من از شورای امنیت ملی بیرون کردم. خب میدونستن اما چه چیزی تغییر کرد که اعتراف کردن؟ حتما دوستان خیلیشون یادشونه ولی من حالا خدمت شما میگم چه اتفاق افتاد. اتفاق این بود که حالا این سیستم حکومتی آمریکا که هر چی میگذره بیشتر مشخص میشه که یه نوعی حالا در بعضی از قسمتاش با جمهوری اسلامی زد و بند داره، حتی در دولت ترامپ و دولت کانادا که حالا از این نظر وضعش بدتر از دولت آمریکاست، پیغام فرستادن برای جمهوری اسلامی که ما تصاویر ماهواره‌ای به اندازه کافی در اختیار داریم که نشون میده شلیک موشک شما هواپیما رو انداخته. به محض اینکه این پیام ها از طرف آمریکا و کانادا اومد، جمهوری اسلامی اعتراف کرد به اینکه ما
ما موشک زدیم و حالا بعداً دلایلش رو هم گفتن، از جمله این که من خودم استدلال‌های خودم رو برای اینکه ثابت میکنه چرا جمهوری اسلامی عمدن این رو زده و تمام توجیهات کردن دروغ گفتم، حالا میتونن دوستان ببینن، باز اگه موقع فرصتم شد توضیح میدم. اما تنها دلیلی که باعث شد که اعتراف بکنن به اینکه موشک زدن این بود که پیامی از طرف آمریکا و کانادا اومد که ما به اندازه کافی تصاویر ماهواره‌ای در اختیار داریم که نشون میده کجا در چه زمانی و به چه طریقی این هواپیما ساقط شده. یعنی دیگه هیچ فرصتی برای جمهوری اسلامی و هیچ بهانه‌ای یا هیچ امکانی برای جمهوری اسلامی باقی نگذاشتن که بخواد تکذیب کنه. حالا در ماجرای اخیر چه اتفاقی افتاده؟ در ماجرای اخیر به نظرم دو دلیل داره. یکی این که خب خیلی از افراد عادی هم میگفتن به زودی تصاویر ماهواره‌ای میاد بیرون و ادعاهای جمهوری اسلامی که میگه هیچی نشده ثابت میشه که دروغه و اتفاقا همین هم شد. یعنی به نظر من حتی خامنه‌ای یه خورده تأخیر هم داشت. خامنه‌ای با توجه به تجربه‌ای که از موضوع هواپیمای اوکراینی داشت و به ویژه میدونست اسرائیلی‌ها تو این زمینه هم حتماً اسناد کافی جمع‌آوری می‌کنن، هم برای داخل کشور خودشون نیاز دارن چون با توجه به اختلافاتی که در حکومتشون وجود داره اینا ناچارن یه سری اسناد مدارک ارائه کنن، هم برای سیستم خود دولتشون و هم اینکه همچین مسائلی است. یعنی به نظر من خامنه‌ای شاید خیلی سر حال نبوده، اون بعضی از دوستانی که با هم میشینن و انرژی میگیرن دم دستش نبودن، نمیدونم حالا به دلایل مختلف، اما اتفاقی که افتاد به نظر من خامنه‌ای موقع تأخیرم کرده ولی خالص سعی کرد که این تأخیرش خیلی رسواگر نباشه و در زمانی که این مسئله رو گفت یه موقع کار از کار گذاشته، ولی به هر حال هنوز برای بعضی از افراد فرصت داشت. تقریبا همزمان یا یه خورده زودتر از اعتراف خامنه‌ای تصاویر ماهواره اومد بیرون، هم سایت طالقان رو نشون میداد، هم بعضی جای دیگه ماه شهر رو، شاهرود رو، پارچین رو و جاهای دیگه. یعنی کاملا تصاویر ماهواره‌ای که نشون میداد که در چه حالی هستیم و در چه وضعی هستیم و تأثیر این حمله چی بوده، امکان لاپوشینی همیشگی رو از بین می‌برد. پس اگر خامنه‌ای اعتراف کرد مطابق معمول نه از سر صداقت، نه از سر احساس وظیفه برای راستگویی به ملت و نه حتی از اظهار همدردی با کسانی که کشتن. شما نگاه کنید خامنه‌ای هنوز برای این 5 نفری که کشتن، تازه مطمئنم نیستیم 5 نفر باشن، کما اینکه اول گفتن 2 نفر، خب توی پدافند یا زدن اونطوری که اسرائیل میگن درست میگن زدن، اصلا کنفیکون کردن، برای همین اینا تا ساعت ها جسدن پیدا نمیکردن، مثل نحوه کشتن حسن نصرالله و اینها، یا اینکه از ابتدای نمیدونستن و دروغ گفتن و میخواستن این مقدار عادی سازی کنن. یعنی از لحظه اول میگفتن 5 نفر کشتن که دازم مطمئنم بیشتر از اینه، اونجایی که مستقیم در اختیار سپاه به این زودی اعتراض نخواهند کرد، بعدن ممکنه به بهانه هایی بگن اتفاقاتی بیفته و اصلا نمیدونیم 5 نفر در یک سایت بودن یا سایت مختلف بودن. بالاخره ببینید این که یه نفر رو اول گفتن 2 نفر، بعد گفتن 4 نفر، بعد اومدن گفتن یک غیر نظامی فعال در پدافند کشته شده به نام حمزه کرمینامی هم چیزی، و بعد گفتن که نه این اصلا نگهبان بوده. حالا شما مجسم کنید سیستم پدافندی یه مرکزی رو زدن، نگهبان اون مرکز هم، یعنی نگهبان نه نگهبان نظامی، گفتن یه غیر نظامی بودی که کارگر نگهبانی بوده، یعنی یه مجموعه کلان از بین رفته که کارگر نگهبانش هم کشته شده. خب یه همچین وضعیتی نشون میده اینا چقدر دروغ میگن و تنها دلیلی که اعتراف کردن این بوده. اما میبینید که خامنه‌ای هنوز پیام نداده برای، یعنی در حالی که خودشو موظف میدونه بیاد جلوی آبروریزی رو بگیره که اعلام بکنه، نه کوچک انگاری هم نشه، ولی حاضر نیست در مورد کسانی که کشته شدن حرفی بزنه. دیروز توضیح دادم در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح هم که در همین مورد صادر شده، دو بار اشاره شده در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای تبیین و برای آشکار کردن جزئیات حمله‌ای که اسرائیل انجام داده، دو بار به مردم مظلوم غزه و لبنان اشاره میشه، اما اشاره نمیشه به اینکه 5 تا 4 تا 2 تا و حتی به احتمال قوی بیشتر از نیروهای پدافندی کشته شدن. این که نگاهشون، اما اون چه مسلمه میخوام دوستان بدونن این که فکر نکنن بعضیا میان میذارن به حساب صداقت. نه خامنه‌ای واقعا صداقت نداره. خامنه‌ای اصلا یک بیمار روانیه که اگر احساس کنه الان دروغ بگه مردم بیشتر رنج میکشن دروغ میگه، اگر احساس کنه راست بگه مردم رنج میکشن راست میگه. یعنی اصلا
معیار راست و دروغ خامنه‌ای حتی در یه سری مسائل اینطوری تا حدود زیادی متأثر از این که چقدر بر روحیه مردم اثر میذاره، اعصابشون خرد میکنه، ناراحتشون میکنه. ولی در این مورد به خصوص اینا تجربه هواپیمای اوکراینی رو داشتن و میدونستن که اگه بخوان یه خورده لفتش بدن اسرائیل برای حفظ آبروی خودشون، اونم نه اینکه حالا مثلا خیلی میخوان نسبت به مردم ایران صادق باشن، نه اینطور نیست واقعا، برای حفظ آبروی خودشون مجبور بودن تصاویر نشون بدن و تصاویر منتشر کردن و تصاویرم کاملا گویاست، غیر قابل انکار توسط جمهوری اسلامی، به همجد خامنه ای اومد این رو اعتراف کرد. این یک دلیل اعتراف خامنه ای که عرض میکنم ناشی از اون آبروریزی مربوط به هواپیمای اوکراین که پیام هایی که از آمریکا و کانادا برشون رسید مجبورشون کرد صداقت بخرن، نه که صداقت بخرن، یه خبر جنایت خودشون رو که تلاش میکردن مخفی کنن و حتی ظریف بی همه چیز هم میخواست کمکشون کنه که ماسمالیش کنن رو افشا کردن. اون تجربه رو داشتن و الان خامنه ای دید خیلی دارن طرفدارانش زیادی جفتک لگد و جفتک و نمیدونم جفتک پرونی میکنن که آقا دیدی چی نشد، مسحکه شد تو رسانه ها دیدن و حتی دیدن متاسفانه خاک بر سر اصلاح طلبا. اصلاح طلبا برای اینکه تو حکومت بمونن هر مزخرفی که خامنه ای و طرفدارش میگن هم نشخوار میکنن. این چیزی که میگم محترمانه ترین توضیح و تفسیری که میشه در مورد این موضوع گفت. خب حالا از این موضوع بگذریم. موضوعی که اینجا وجود داره اینه که دوستان عزیز، یک بعدش اعتراف خامنه ای ناشی از تجربه هواپیمای اوکراینیه و اینکه میدونست تصاویر میبینن، به خصوص میگم این بار طرف قصه اگر در ماجرای هواپیمای اوکراینی طرف قصه یک دولتی بود مثل اوکراین که تسلطی به فضای ایران نداشت، در ماجرای این حمله اسرائیل، اسرائیل به دو طریق کاملا تسلط داشتن. طریق اول عواملی که داخل حکومت دارن و مطمئن بودن از طریق اینها تصاویر دقیق خواهند گرفت، اون اطلاعیه‌ای که بخش سایبری سپاه داد و تهدید کرد اگر کسی تصویر بفرسته اگر محارب تلقی نشه 1 تا 10 سال زندان محکوم میشه، اون برای سرگرمی بود و فولم کرد، یعنی طرف با اون بیانیه در واقع نشون داد اتفاقاتی افتاده، وگرنه اگه اتفاق نیفتاده و کسی بخواد عکس جعلی بفرسته که از داخل ایران لازم نیست بفرسته، شما موقعی میتونید تهدید کنید که مطمئنی یک به صورت فیزیکی به صورت واقعی یه نفر در اطراف اونجا وجود حضور داره و میتونه عکس بگیره و بفرسته و تهدیدش میکنید. اما خود جمهوری اسلامی میدونه قصه لو رفتن عکس از جا بالاتر از حد اینکه یه نفر بره مثلا مثل اون صحنه که توی بند خدا بیخوابی زرد و به سرش نصف شب داشته لای پنجره سیگار میکشه یهو دیگه موشک خورد به هواپیما با موبایلش عکس گرفت عکسو فرستاد این برابر، حتما از داخل این سایت ها عوامل نفوذی اسرائیل عکس میفرستن. و دوم خود اسرائیلی که نفوذ ماهواره‌ای داره و ماهواره‌های آمریکایی هستن خبر لو میدارن، به همین جهت خامنه‌ای ناچارش این رو بگه. اما به نظر من تنها این نبود، ضمن اینکه حالا از وحشت اون افشاگری این کار رو کردن، یک دلیل دیگه هم داشت. ببینید این که من اشاره کردم یه تفاهماتی پشت پرده ممکنه شده باشه، این تفاهم دو طرف داره. یه طرف تفاهمی که به جمهوری اسلامی میگن ما یه جوری که آبروی تو خیلی نره به هدف اون میرسیم میخوایم، یعنی اسرائیل دنبال این بود که توانمندی جمهوری اسلامی رو برای یک حمله متقابل از بین ببره یا برای حملات بعدی، همزمان با ضرباتی که به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در اطراف خود اسرائیل زده میشد، حزب الله لبنان، حماس، حتی با فاصله حوثی‌ها یمن، مراکز وابسته به جمهوری اسلامی یا حامی جمهوری اسلامی در سوریه، در عراق، خود جمهوری اسلامی را می‌خواستن به لحاظ دفاعی خلع سلاح بکنن که این کار انجام دادن. اما همونطور که دیدید انعکاس یا لمس خیلی دقیقی برای مردم نداشت، کاملا برای مردم ملموس نبود و به همین جهت تونستن بعضی از رسانه‌های جمهوری اسلامی خورده جفتک پرانی کنن و شادی‌های هیستریک نشون بدن. اما پشت پرده به نظر من قبلا گفتم این تفاهم شده که یه جور رفتار کنن آبروی جمهوری اسلامی خیلی نره، اونم با فشار حالا به دلیل ارتباطاتی که گفتم بخشی از حاکمیت با گروه بایدن و هریس برقرار کرده و با فشار آمریکا ممکنه اسرائیل قانع کرده باشن اسرائیل کار خودش انجام بده، این حتی کمک تجهیزاتی، کمک مخابراتی و کمک اطلاعاتی به اسرائیل انجام دادن که بتونه به هدفش برسه برای خلع سلاح پدافندی جمهوری اسلامی یا تضعیف قدرت پدافندی جمهوری اسلامی. ولی در نقطه مقابلش اسرائیل هم بحث آبروش براش مطرحه و یک پیام، یعنی در واقع باید یه جوری قصه بازتاب پیدا میکرد که اسرائیل هم بتونه بگه آنها کن خود جمهوری اسلامی پیام ما رو گرفت، جمهوری اسلامی فهمید که ببین اگر خامنه این اعتراف رو نمیکرد، امیدوارم به نکته دقت کنید،
این اعتراف خامنه‌ای در واقع یک پیام برای اسرائیل هم هست، برای اینکه نتانیاهو و گروه نظامیش بتونن به داخل بگن آقا نگاه کن خود خامنه‌ای هم اعتراف کرد. یعنی همون طرف همون قدری که به جمهوری اسلامی قول دادن یه جوری رفتار بکنن که بیش از حد بی آبرو نشه، اینو بعضی از دوستان متأسفانه انقدر شیفته اسرائیل هستن این چیزا که ما میگیم اسوار میشن، نه دوستان این چیزا خیلی عادیه در عالم سیاست. کثیف‌ترین آدم‌ها سیاستمداران همه دولت‌ها و همه گروه‌های سیاسی هستن و با قاطعیت بهتون میگم شما یک سیاستمدار سالم در دنیا پیدا نمی‌کنید. یک سیاستمدار، همه‌شون به نوعی آلودگی دارن، حالا میزان آلودگی و میزان پایبندیشون به منافع ملیشون متفاوته، ولی همه همون کسی که پای منافع ملی هست منافع شخصی هم داره، لازم باشه چششون می‌بنده یه عملیاتی تو کشورش اتفاق بیفته 1000 نفرم کشته بشن. خب با این شرایط پشت پرده تفاهم شده، اما یک طرفه نیست تفاهم. این تفاهم فقط این نیست که آبروی جمهوری اسلامی حفظ بشه، آبروی اسرائیل هم باید حفظ شه. چجوری باید حفظ شه؟ شخص علی خامنه‌ای باید بیاد پشت تریبون اعتراف کنه که بله کار اسرائیل کار کوچکی نبود. مدام دکتر گرفته باشه. یعنی اینکه خامنه‌ای میگه، ببین نمیگه در رسانه‌های حتی ضد انقلاب و اینها یا رسانه‌های براندازان بزرگ نباشه، میگه خود اسرائیلی‌ها بزرگ نمایی میکنن. این طبیعیه، مثلا این خود یه مقدار رجزخانی هم در یک همچین درگیری زیاده. نقطه مقام میگن اما کوچک انگاری هم نکنید. وقتی کوچک انگاری نکنید یعنی کوچک نبوده دیگه. این اعترافی که اسرائیل نیاز داره، یعنی همین مدرکی برای اسرائیل، این شاید به نظرتون خیلی پیچ و افتاده بیفته، نه اینطور نیست. با توجه به اینکه حالا شاید یه خورده من شناختم از شما نسبت به روابط این حکومت ها بیشتره، اینو خوب میتونم حس کنم که اسرائیل ضمن اینکه به نظر من کار بسیار موثری انجام دادن، کارشون قطعا موثر بوده، همونطور که کارشون بعد از عملیات بعدی کاذب یک مؤثر بوده، همونطور که در سایر موارد مؤثر بوده، اما در این مورد به خصوص ضمن اینکه کار مؤثر انجام دادن، اما یک اعتراف برای مسائل داخلشون لازم به این اعتراف خامنه‌ای امروز انجام داد، رسما گفت کار کوچکی نبوده. وقتی میگه کوچک انگاری نکنید، ببینید دوستان مشخصه وقتی میگه کوچک انگاری نکنید یعنی چی دیگه، فکر نمی‌کنم نیاز به تفسیر باشه، اونم به خصوص در شرایطی که به شدت نیروهاش نیاز دارن، سرخوردگی دارن، کوچک شدن، تحقیر شدن، در تهران اومدن ترور کردن، در سران حزب الله لبنان رو ترور کردن، در سوریه بارها و بارها اسرائیلی ها انگار اومدن برای پیکنیک میان راحت بمبارون میکنن، میرن اتفاق هم نمیفته، روس ها حتی با اسرائیل همکاری میکنن، در شرایطی که بسیار از کشورها حالا یا به صورت پروتکلی یا به صورت تشریفاتی یا به صورت نمایشی یا به خاطری که بتونن حالا جمهوری اسلامی رو تحت کنترل داشته باشن واکنش نشون ندیم، میان محکوم میکنن، حتی روس ها حاضرنشون رو محکوم کنن. چینی ها برید نگاه کنید موضعشون چی بوده. تو این شرایط و وقتی خامنه ای هم خودش میگه کوچک انگاری نکردی، این عملا اون نیاز تبلیغاتی اسرائیل هم فراهم کردن. از خلاصه کنم، دو دلیل داشت که خامنه ای علارغم نیازی که طرفدارانش به یک رجزخوانی داشتن، علارغم روحیه بسیار ضربه خورده و سرخورده ای که طرفدارانش داشتن، سرشکستگی ها و رسوایی های بسیار و داشتن، با همین خبرهایی که خودشون درست کردن و با توجه به اینکه اون توقعی که متاسفانه بعضی از براندازان در مردم ایجاد کردن که حالا اسرائیل میاد خاک جمهوری اسلامی توپره میکنه نشد، داشتن با این جشن میگرفتن، خامنه ای وارد شد و گفتش که کوچک انگاری نکنید. دو دلیل داشت، یک اینکه میدونستن همین اتفاقی که افتاد تصاویر ماهواره منتشر میشه و مشخص میشه که جمهوری اسلامی به مردم دروغ گفته، مشخص میشه که فقط بیه مردم سرگرم کنه، اینکه 5 نفر در سایت ماهشر کشته شدن دیگه آب از آب تکون نخورد، بالاخره روشن میشه، چون خامنه ای میدونست روشن میشه. عرض میکنم تجربه هواپیما اوکراینی داشت که آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها تصاویر رو فرستادن و گفتن ما تصویر به اندازه کافی در اختیار داریم که نشون میده شلیک موشک پدافند جمهوری اسلامی زده به هواپیما اوکراینی. اومدن بعد از 3 روز اعتراف کردن. اینجا دیگه دیدن که اگر دوباره این اتفاق بیفته خیلی بدنامی، به خصوص اینکه روز قبلش هم 2 روز قبلش هم عزیز جعفری در مورد عملیات وعده صادق کاذب 1 و واکنش اسرائیلیا افشاگری کرده بود و روزنامه نگاران و فعالان رسانه اصولگرا گفته بودن که S-300 پدافند اصفهان از بین رفته، الان دیگه اگر این بار هم اول اسرائیلی‌ها دست پیش می‌گرفتن، اگرچه بازم شد، یعنی خامنه‌ای چند ساعتی به نظر من تأخیر داشت و بالاخره تقریبا همزمان شد. پس دلیل اولش این بود که می‌ترسیدن از افشاگری اسرائیل، چون این بارم عرض می‌کنم این بار حتی بیشتر از دفعه قبل می‌ترسیدن، چون هم خود اسرائیلی‌ها قطعا تصویر داشتن و هم اسرائیلی‌ها خیلی بیش از حتی روسیه، بیش از اوکراین و جای دیگه، از اوکراین که اصلا موضوع نداره، حتی خیلی بیش از روسیه جاسوس در سیستم‌های حکومتی داشتن و در بالاترین سطوح امنیتی و نظامی و مطمئن بودن که اسرائیلی‌ها از طریق همون‌ها میتونن تصاویر نمیدونم به قول چیز از فاصله صفر
بگیرن و بفرسن. حالا اگه نگیم که دوربین هایی که اونجا در این مراکز مستقر مستقیم به سیستم های اسرائیل وصله، مطمئن بودن اسرائیل دلایل کافی داره. پس به این دو دلیل، یکی این که میدونستن افشا میشه و آبروشون میره، دلیل دوم این که همونطوری که قول گرفته بودن از واسطه ها که اسرائیل یه جور رفتار کنه که فعلا برای حتی کوتاه مدت آبروی جمهوری اسلامی نره، از اونور اسرائیلی هم نیاز دارن که داخل کشور بگن که بالاترین مقام جمهوری اسلامی اعتراف کرد که کار اسرائیل کار کوچکی نبوده. امیدوارم که واضح باشه. اگه نکته خاصی به ذهن دوستان برسه بفهمن، در خدمتتون هستم. امیدوارم که واضح باشه موضوع. متشکرم. ای گفتن چرا رادیو 5 دقیقه قبل از قبل مثل زمان جنگ با عراق آژیر قرمز پخش نکرد؟ جالبه که زمان جنگ نه سیستم پدافندی جمهوری اسلامی مثل الان به ادعای خودشون قوی بود و نه حتی سیستم های دفاع غیر از سیستم های چی بگم رصد پدافندی که عبور جنگنده ها یا موشک های عراقی از مرزها رو رصد میکردن و آژیر قرمز بر اساس مسیری که پیشبینی میکردن هواپیمای جنگی داره میاد در شهرهای مختلف آژیر قرمز میزدن یا آژیر زرد میزدن و بعدم که خطر رفت میشد آژیر سفید میزدن. الان که اینا ادعا میکنن که حتی ماهواره فرستادن در فضا که فعالیت‌های آمریکا و اسرائیل رو هم رصد میکنه، این خیلی جالبه که اینها یا باید اعتراف کنن که سیستماشون قدرت شناسایی این موشک‌ها یا هواپیما رو نداشته، یا اعتراف بزرگتر بکنم اینکه اینها اصلا جان مردم براشون ارزش نداره و همین جد اصلا اهمیت قائل نشون، گفتن به جهنم بزن موشک بیاد بخوره سر مردم. به نظر میسین دلیلش هر و میتونه حتی تلفیق این دو تا باشه، یعنی از بعضی از مناطق عبور موشک‌ها یا هواپیمای اسرائیل رو متوجه نشدن، نتونستن سنس کنن، و دلیل دوم که اونجایی هم که فهمیدن عمدن کار نکردن. این که ببینید جمهوری اسلامی میاد میگه که زمانی که ما موشک زدیم 2 میلیون نفر از مردم اسرائیل رفتن در پناهگاه اما در تهران کس نرفت، این افتخار نیست. ببینید دوستان بحثایی که مطرح شده، مثلا من دو سه با خودم گفتم که بر طبق اعتراف علم الهدا در زمان عملیات وعده صادقه خامنه‌ای با شرف مشهد، این از نظر من کار ایراد کار بدی نیست، یعنی شجاعت این نیست که شما بری وسط میدونی که دارن تیر میزنن تیر بخوری. شجاعت اینه که تصمیماتی که میگیری پای مسئولیتش بیستی و احتمالاً اگر تبعات داشت خودشم تبعات رو تحمل کنه، که مردم زیر موشک باشن تو بارش بری مشهد. کما اینکه نتانیاهو هم رفته تو پناهگاه، این دلیل ضعف نیست. اگر ما به روی خامنه ای میاریم معنیش این نیست که کار غلطی کرده، باید بره، مهم نیست. مهم اینه که شما خودتون میرید تو پناهگاه، نه تنها پناهگاه میرید 800 کیلومتر مرتب میرید تو مشهد اما اعلام آژیر قرمز نمیکنه. ممکنه سری از مردم نرن، اصلا سری از مردم خوان خودکشی کنن، اما حتی اگه یک نفر نخواد کشته بشه و دلش بخاطر پناهگاه و در این حوادث کشته بشه، مسئول خونش و جنایتکار اصلی علی خامنه ای و سیستمی که جلوگیری میکنه از خبررسانی به مردم. امیر رمضانی گفتن که چرا چین و مخصوصا روسیه که متحد جمهوری اسلامی هستن حملات اسرائیل محکوم نکردن؟ کی گفته متحد جمهوری اسلامی هستن؟ من یادم دو سه سال پیش یه بار پوتین خیلی به صراحت گفت ما متحد استراتژیک جمهوری اسلامی هستیم، همکاری میکنیم، ما متحد استراتژیک نیستیم، و حتی اگر بگن در عمل نیستن. شما ببینید تا زمانی که یک اختلافات شدیدی بین روسیه و چین از یک طرف و آمریکا و اروپا از یک طرف پیش نیامد، 7 قطعنامه‌ای که در شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تصویب شد، روسیه و چین رأی مثبت دادن، نه تنها وتو نکردن، حق رأی ممتنع ندادن، تصویب کردن، و الان هم اگر لازم باشه این کارو خواهند کرد. در ماجرای اخیر رفتار روسیه کاملا به نظر من هشدار دهنده به خامنه‌ای بود که به هیچ وجه حاضر نیستن حتی در حد یک، نه تنها پدافندهای نظامیشون، من دیروز گفتم، نه تنها پدافندهای نظامیشون به جمهوری اسلامی کمکی نمیکنه با این همه پولی که جمهوری اسلامی بابتش پرداخت کرده، بلکه پدافند سیاسی هم حتی به صورت نمایشی برای جمهوری اسلامی استفاده نمیکنن. خب در مورد چین هم که مشخص، چین ببینید، چین بیش از این که ضمن اینکه حالا چین یک مدیریت عاقلی داره که برنامه‌ریزی کرده برای یک پیشرفت اقتصادی و درست فهمیده برای اینکه بتونه با آمریکا در سطح جهانی رقابت کنه، اول باید به لحاظ اقتصادی خودش رو با آمریکا نزدیک کنه، و برای نزدیک شدن از لحاظ سطح اقتصادی، برای اینکه بتونه در میزان نفوذ اقتصادیش در دنیا نزدیک بشه به آمریکا،
راهش اینه که برخلاف این احمق‌های وطن فروش جمهوری اسلامی که همه تخم‌مرغ‌هاشون در این سبد گذاشتن، چین هم با اسرائیل رابطه داره، هم با جمهوری اسلامی، هم با عربستان، هم با قطر، هم با ترکیه، با همه این کشورها، هم با اسرائیل رابطه بسیار خوبی داره، هم تلاش میکنه از ضعف جمهوری اسلامی استفاده کنه، نفت ارزون ازش بخره، هم میره قرارداد چند صد میلیارد دلاری با عربستان می‌بنده، همزمان با خریدن اتوبوس‌های برقی از چین توسط شهرداری تهران به 40% بیش از قیمت بازار، به همون با پولی کمتر از اونی که جمهوری اسلامی پول داده به چین که اتوبوس برقی بخره، با کمتر از اون چین داره در ترکیه کارخونه تولید هم اتوبوس برقی رو احداث می‌کنه. طبیعیشه. خب چرا چین باید بیاد روابط گسترده خودش رو به خصوص با آمریکا، که الان آمریکا شریک اول تجاری چینه و میزان مراودات تجاری آمریکا و چین 10 برابر بیش از مراوداتشون با جمهوری اسلامیه. با جمهوری اسلامی فقط نفت ارزون میخرن، هیچ کاری دیگه نمیکنن و جنس بنجل میفرستن. دوستانی که رفتن چین میدونن، به خصوص در سالهای اخیر شیک ترین ماشین ها، پیشرفته ترین اتومبیل ها، اصلا محیرالعقول ترین ساختمان ها اونجا هست، از اون ور جنس بنجل چینی هم هست. من یه بار شاید چند بار اینو گفتم ولی بد نیست چون بعضی از دوستان ممکن نشنیده باشن بگن. وزیر تجارت خارجی چین مثلا 22 سال پیش اومده بود ایران، من خبرنگار فرستادم از آفتابی از که بره اونجا و باش مصاحبه کنه، گفتم همین سوال بکن، شما چرا جنس بنجل به ایران میفرستید؟ گفت بود ما جنس درجه یک داریم که به اروپا و آمریکا صادر میکنیم، جنس بنجل هم داریم برای کشورهای مثل شما، تجار شما چون میخوان استفاده بیشتری بکنن، چه تجار دولتی چه بخش خصوصی، میان جنسای بنجل ما رو میخرن. خب یک همچین کشوری که با برای فروش جنسای بنجلش ایران رو لازم داره و برای خریدن نفت و قیمت ارزون بینن پولش نده. اگر چین نه متحد استراتژیک، یه مقداری به عنوان بچه یتیم دلش برای جمهوری اسلامی میسوخت، حداقل پول نفتی که 30 دلار ارزون تر خریده میداد، نه اینکه 4 سال پول نده، آخرش بیاد بخشی از پول رو به عنوان اتوبوس برقی به 40% بیشتر از قیمت بازار آزاد بده، یعنی 30% ارزان‌تر نفت رو خریده، پولو 4 سال نگه داشته، حالا هم که میخواد 1/20مشو، یعنی در حدود 40 میلیارد دلار چین بابت خرید نفت از ایران بدهکاره، 2 میلیارد دلارشو میاد اتوبوس برقی که از عرابه‌های مرگ احتمالاً، چون قبلا گفتیم میگه فرمانده پلیس راهور 15-16 سال پیش گفت ماشینای کامیون های چینی که میاد ایران همشون عرابه مرگن، شاید اتوبوس های برقی هم همین باشن. پولی که 3 سال پیش 4 سال پیش متعهد شده به ایران بابت خرید به قیمت 30% زیر قیمت بازار، الان میاد با بخشی از اون پول اتوبوس برقی به ایران میفروشه به 40% بیشتر از قیمت بازار آزاد. اینا پس نه تنها متعهد نیستن، حتی به عنوان یک بچه یتیم قابل ترحم هم به جمهوری اسلامی نگاه نمیکنن. این که میگم بچه یتیم، خدا نکرده یتیم ها خیلی هم ارزشمند دارم، من اون نگاه ترحم‌آمیزی که بعضی دارم میگم، اگر قصد جسارت ندارم، خیلی از یتیم ها صدها برابر بیشتر از من و امثال من هم اتکا به نفس دارن و هم به مراتب بالا رسیدن. فرزانه نوروزخا گفتن که با این شرایط باید کاذب سهم خواهند داشت. میگفتن یک کسی رفت توی قنادی، هی گفت از این شیرینی برید بخورم، از این شیرینی بخورم، هی خورد و خورد و خورد و خورد، بعد سرش انداخت پایین بره، یارو گفت پول، گفت پول ندارم، یه کتک مفصلی بهش زد، رفت فردا بعد گفت آقا به قیمت دیروز بازم ازش شونه بدم بخورم. جمهوری اسلامی وعده کاذبش و وعده صادقش یعنی همه حدوده، در حد کتک خوریه. میومیو گفتم به نظرم نخواست مردم غیر نظامی رو بکشه، چون در زدن تاسیسات نفتی و واقعی خیلی غیر نظامی کشته میشه. به نظر من دوستان عزیز علتش اینه که اسرائیل هنوز اونطوری که باید و شاید به صورت 100%، حالا 100% که امکان نداره، ولی در سطح مثلا 90% 95% نتونسته قدرت نظامی حزب الله و حماس رو خونسا بکنه، داره با جمهوری اسلامی بازی می‌کنه. اگه الان بیاد ببینید طوری بزنه که اکثریت مردم ایران از این حملات متاثر بشن، جمهوری اسلامی ناچار به واکنشه. اسرائیل داره بازی میکنه، داره زمان میخره تا زمانی که جمهوری اسلامی خودش بمونه. الان برات کار موثر کرده، هم سیستم پدافندی جمهوری اسلامی رو ناقص کرده و تا حدودی خونسا کرده، در لبنان و فلسطین هم داره کارش انجام میده، حوثی ها رو هم با کمک آمریکا و انگلیس یعنی یارگیری داره میکنه. حماقتی که حوثی ها کردن به کشتی انگلیسی و آمریکا عمل میکنن، کاری کردن که انگلیس و آمریکا هم ناچارشن که علارغم میل باطلیشون با اسرائیل همکاری کنن و حوثی ها رو بزنن. عملا همه گروه هایی که به نوعی
سپر جمهوری اسلامی میتونستن باشن رو داره خنثی میکنه. بعد از اون اگه لازمه شما فکر نکنید اسرائیل انقدر مثلا انسانیت داره که طوری نزنه که همه کشته بشن. به نظر من بارها بهتون گفتم غزه جلوی چشممونه دیگه، اونجا که منافعشون اقتضا کنه هیچ مشکلی ندارن، خودشون هم گفتن بارها، و کوچکترین شکی که بکنن ضربه میزنن. این که الان نمیزنن این نیست که نخوان مردم بکشن، اگر کاری کنن که اکثریتی از مردم ایران تحت تاثیر قرار بگیرن جمهوری اسلامی مجبور میشه، علارغم جمهوری اسلامی اصلا دلش نمیخواد با اسرائیل درگیر شه به لحاظ نظامی چون وضعیت قصه رو میدونه، زمینی که اسرائیل هم دلش نمیخواد جمهوری اسلامی بیش از حد از بین بره تضعیف شه، وجود جمهوری اسلامی در همین حد و حدود فعلا برای اسرائیل برکت، هنوز برکت برای اسرائیل، ممکنه برای بعضی کشورهای دیگه کم کم خاصیتش از دست بده. وحید پروازی گفتن که آیا به نظر شما در حال حاضر مردم ما و گروه ها و شخصیت های اپوزیسیون توانایی مدیریت و کنترل شرایط داخلی در ایران دارن؟ ببین دوست عزیز، یه موقع شما حرف میزنید مثلا یک کشور مثلا سوئیس داره حکومتش اداره میشه، مردم ذره زیر دلشون خوشی میخوان حکومت رو سرنگون بکنن، تو میگی آقا شما که میخواید حکومت رو سرنگون کنید برای فکرش بعدی برای بعدش فکر کردید؟ آقا جمهوری اسلامی شما دارید میبینید تو همین 4-5 ماه گذشته چند تا به گفته خودشون نیروی انتظامی در شرق کشور کشته شدن، وضعیت امنیت در خیابون‌های پایتخت چجوریه، وضع موبایل قاپی چطوریه، قیمت‌ها داره چه کار میکنه، تحقیر در مجامع بین‌المللی. شما اینطوری نیست که مثلا یک حکومتی دارید که حالا 80-90% مشکلات مردم حل میکنه، تو میگی ایها الناس تو که به خاطر 20% از این حکومت ایراد میگیری خودت بیا چه کار میکنی؟ این حکومت از هم پاشیده، حکومتی که انواع فساد و تباهی درش هست، انواع ناکارآمدی هست، شما از چی میترسین مردم رو؟ یعنی شما نکنه همه اتفاقی که دیروز افتاده یه گوشه کشور در جنوب شرقی جنوب غربی کشور پدافند اسرائیلی زده، اسرائیل زده پدافند از بین برده، اینطوری که اینا میگن اگه راست بگن در جنوب شرقی یه گروه زده 10 تا مأمور انتظامی رو کشته، یعنی غلطی نتونستن بکنن. حالا دیگه خیلی بد شده، امروز میگن 3 تا تروریست هم کشته شد. یعنی شما اینی که میگید آیا این گروه ها توانایی اداره دارن، ببخشید این که میگید توانایی اداره دارن با چی مقایسه میکنید؟ اگه به من میگید با چی مقایسه میکنید من خیلی خوشحال میشم که مثلا میگید که آیا اینا میتونن بعدش اداره کنن یا نه. محمد جلالی گفتن که در مورد عکس آتش سوزی پالایشگاه تهران واسه چند سال قبل بود. ببین دوست عزیز، من که اون عکسو منم دیدم، آره حالا البته شما اتکاتون به بی بی سیه، تنها رسانه خارجی که خیلی روش پروبال داره این بی بی سیه، یه ممکنه اصلا دروغ گفته باشن، عین جمهوری اسلامی که تلویزیونش نشون میداد روز بعد از 7 اکتبر که یه آدمی با پیژامه آوردن بیرون گفت جنرال اسرائیلی اسیر شده، بعد مشخص شد مال ارمنستان بوده. ندیدید؟ بعد شما تو حکومتی دارید، شما طرفدار یک حکومت لجنی هستید، میگمش حرامزاده حکومت میکنن که طرف برای این که مردم سرگرم کنه میگه من عملیات کربلای 4 رو به عنوان عملیات فریب انجام دارم. اگر تو اتاق فرمانده جنگی اسرائیل عکس پالایشگاه تهران رو به عنوان مثلا فریب میذارن، شما محسن رضایی حرامزادتون خودش اعتراف میکنه 4000 نفر بچهای مردم تو عملیات فریب کشته، با کی مقایسه میکنید شماها؟ بعد اصلا من هرچی میگم آقای الدنگتون امروز اعتراف که کوچک انگاری نکنید، تو میخوای به چی اصلا یه عکس نشون داد؟ انقدرم خوبه که حالا خدا وکیلی اون تصویر رو منعکس مقایسه کنید با تصویر لحظه عملیات وعده کاذب 2 که اون آخوندک و اون سربار در قبرم چجوری میپریدن بالا پایین بچهای خلوچل، اون آبروریزی یا این؟ بعد مثلا من اسرائیل، اصلا اسرائیل مرد رفت زیر خاک، من مثل شما مزدور نیستم که دیروز گفتم شما اینقدر بدبختید، اینقدر بی اراده اید، قسم جلاله میخورم فرماندهان سپاه جلو چشمتون به ناموستون تجاوز کنن بگن دستور آقا شما سکوت میکنه، چون اسرائیل گور پدر اسرائیل هم کرده، من حساسیت دارم. اما آینده مشخص خواهد کرد که چقدر اسرائیلیا دروغ گفتن و چقدر شما گفتید. تا حالا که مشخص شده، در پارچین مشخص شد، در نتنز مشخص شد، در تسا مشخص شد، در سازمان اهداف فضا مشخص شد، عملیات وعده کاذبی هم که اخیراً فرمانده سپاهتون اعتراف کرد، رفتید به این گیر دارید شماها؟ خانم نسرین مافی، ببینید دوست عزیز، من گفتم در مورد مسائل اعتقادی بحث نمی کنم و تشویق نمی کنم، اما اجازه هم نمیدم کسی توهین کنه. یک بار دیگه تمسخر کنید، هر کاری هم میخواید بکنید قطعا شما رو ریموو میکنم، اگه خودتون تشویق برید راحت ترم. به شما چه رفته که در مورد قسم جلال ما صحبت میکنید؟ و
از شما باید اجازه بگیرم من. شما برید به همون کسی که آویزون شدید فکر می‌کنید که هر کلمه که از دهنش میفته تلاس به اون آویزون بشید. اصلا خواهش میکنم حرمت خودتون نگه دارید. به اعتقادات من اعتقاداتم نه به روح کسی میکشم نه به کسی تحمیل میکنم، اما اجازه اهانت به اعتقاداتم نمیدم. سعید گلدن گفتن که فقط تو پارچین دوتا میکسر سوخت جامد رو زدن، درست کردن تو چین یک سال زمان میخواد. ببینید اصلا فردا درست کنن، مهمش اینه که زدن دیگه، و مهمش که جمهوری مخفی کاری میکنه. کوروش گفتن بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی خطر تجاوز کشورهای همسایه مثل افغانستان رو برای ایران می‌بینید؟ مگر امروز خطر تجاوز نمی‌بینید؟ تجاوز چه جوریه؟ تجاوز اینه که فعلا الان چرا طالبان باید حمله نظامی جمهوری اسلامی کنه؟ سهم آب رو نمیده، مردم رو بدبخت میکنه. عربستان چرا باید تجاوز نظامی کنه؟ اجازه نمیده از میدان مشترک برداشت کنه. قطر چرا باید کاری بکنه؟ داره 10 برابر ما از میدان مشترک برمی‌داره. روسیه چرا باید تجاوز کنه؟ آمریکا چرا باید تجاوز کنه؟ منفعتی که از وجود جمهوری اسلامی میبره به برکت وجود جمهوری اسلامی تو یک قلم 300 میلیارد دلار، 300 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به عربستان میفروشه. اگه مرض داره جمهوری اسلامی سنگ میکنه. ولی ضربه‌ای که بخوام دارن میزنن، ضربه اقتصادی میزنن، ضربه اعتباری میزنن، ضربه سیاسی میزنن، و اگر لازم شد دیدید پاکستان چجوری با یک موشک تحقیرشون کرد و ضربه زد به مردم ایران؟ تجاوز چجوری مگه؟ سعید گلدن بله 4 مرکز که S300 بوده زدن، حالا بعضی جا باتریاشو زدن بعضیشو سرویس زدن. میگم خودشون وقتی اعتراف کردن توی یه مرکزی که در ماه شهر بوده، حتی نگهبان اون ببین دوستان جایی که زدن یه سیستم پدافند داره، من سیستم پدافند برای بیابون که نمیزنن، سیستم پدافند برای تجهیزاتی لاو، نگهبان عادی هم که تو سیستم پدافندی نیست. اگر راست بگم، ببین یا جمهوری اسلامی دروغ میگه که تکلیف مشخصه، اگر راست میگه که نگهبان اون مجموعه هم در موشک اسرائیلی کشته شده، پس حمله خیلی وسیع بوده. محسن گفتم به نظر شما این پایان ماجرا خواهد بود؟ نه دوستان، ببینید شما یه موقع با یه حکومتی سر کار دارید که اشتباهاتش ناشی از اون جایز الخطا بودن انسان، این حکومت مبناش بر اشتباه ساختار فاسد، ساختار ایران ستیز، ساختار مبتنی بر فساد و ناکارآمدی و پلشتیه. تا زمانی که همچین چیزی باشه حتما پیامداش هست، یعنی اتفاقاتی که داره میفته مگه اتفاقات طبیعی منطقه است؟ این که شما به قول خودت 5 نفر اعضای پدافندت کشته بشه ولی بیانیه بدی برای مردم غزه، این دیگه ناشی از اشتباهه؟ پس میخوام خدمت شما عرض کنم، میتونید که شما فکر کنید که پایان ماجرا زمانی که یک حکومتی اولا بپذیره که اشتباه میکنه، ثانیا اراده ای داشته باشه برای عدم تکرار اشتباه، حکومتی که افتخار میکنه به این کارهای خودش ادامه خواهد داد و تمام اتفاقاتی که الان داره میفته پیامد همون کارهایی که جمهوری اسلامی با عمد انجام میده، پس ادامه خواهد داشت، نه پایان نداره. تا روزی که جمهوری اسلامی باشه این چیزا ادامه داره. موجیک ما ببینید میگن که واقعا برای زد و بند پشت پرده این همش تسلیحات و هزینه نیاز بود، این کاری که انجام شده کار کوچکی نیست. ببینید ظواهر قصه رو من میگم حفظ کنه که آبروی جمهوری اسلامی خیلی نره. نگفتم کاری نکردن، من گفتم همه کار نباشی بوده. اسرائیل ضمن این که گفتم توان پدافندی جمهوری اسلامی رو زده، روحیه سران جمهوری اسلامی رو زده، ولی یه جوری هم حالا تفاهم کردن فعلا آبروی جمهوری اسلامی خیلی نره. تفاهم در این حد نه که کاری نکنن. من شاید درست توضیح ندادم. موموتیکس گفتن که تا روز انتخابات آمریکا اتفاق خاصی نمیفته. 9 روز مونده تا انتخابات آمریکا، دیگه چه همین چیزا اتفاق میفته دیگه. یه موقع آمریکا تلاش میکرد که هیچ درگیری نشه و بیش از اینکه درگیر نشه، اصلا برای آمریکایی مهم نیست که چند نفر تو ایران یا تو فلسطین یا تو لبنان کشته میشن. آمریکایی مایل بودن در زمان دولت بایدن این قرارداد مبادله اسرا که تعدادی از گروگان های آمریکایی رو هم شامل میشه امضا بشه، اینا یه امتیاز ببرن. الان دیگه نه تو این 8 9 روز این اتفاق میفته، نه اگه بیفته تاثیر رو انتخابات داره. من جد آمریکایی به نظر من حساسیت ندارن هیچ، نه با کمان که هفته قبل رسما گفتن اسرائیل باید به جمهوری اسلامی حمله کنه. مهداد گرجی گفتن به نظر تو هواپیمای اسرائیلی وارد مرز ایران شدن؟ من واقعا اطلاعات نظامی ندارم، اما اگر اینطور باشه که از به اعتراف جمهوری اسلامی از 100 کیلومتری مرز شاهرود رو زده باشن و ماهشهر رو زده باشن، چه نیاز دارن بیان؟ و اگر آسمان عراق قبرشون امنه، چرا وارد آسمان ایران بشن؟ به گمان من اگه بخوام بیان میتونن. ببین همون سیستمی که میتونه هواپیما رو رصد بکنه، موشک رو هم میتونه رصد کنه. اگر قرار باشه سیستم پدافندی بتونه هواپیمای وارد کشورشو بزنه، موشک رو هم باید بزنه. اگر نتونست موشک رو بزنه، هواپیما هم به احتمال قوی نمیتونه بزنه. درسته ممکنه شما بگید حالا سرعت موشک ممکن بیشتر باشه، حالا به دلایل مختلف، اما قدرت مانور هواپیما بیشتر از موشک جهت اطلاعاتون.
یعنی وقتی خربان زبده هست موشک ممکنه بتونه تغییر مسیر بده، اما قدرت مانور موشک به اندازه هواپیما نیست اگر مواجه بشه با خطر. به همین جهت شاید حتی تست بود برای اسرائیلی که میزان توان پدافندی جمهوری اسلامی رو هم تست بکنن. گفتن که فیروزآبادی گفته در عملیات بعدی، نمیدونم کدوم فیروزآبادی، در عملیات بعدی 4 از سلاح جدید رو نمایی میشه. بسیار خوب،